نکات مهم سفر اربعین. چرا باید به زیارت اربعین برویم؟ اولین نکته احساس وظیفه کردن است. همانطور که یک مؤمن بدون اینکه بر او واجب باشد در روز عاشورا برای امام حسین علیه السلام عزاداری می کند، احساس وظیفه می کند که در زیارت اربعین شرکت کرده و با امام خود تجدید بیعت نماید. اربعین تجمع بزرگ مؤمنین است. زمنان که امام حسن عسکری علیه السلام زیارت اربعین را یکی از پنج علامت هر فرد مؤمن بیان فرمودند. اعمال مستحب قبل از سفر. هر عملی نیاز به نیت دارد. بهتر است به نیت یکی از ائمه سفر کنید تا برکت سفر شما بیشتر شود. امام صادق علیه السلام توصیه فرمودند که قبل از اینکه بخواهید از خانه خود به قصد کربلا عزیمت کنید، 3 روز روزه بگیرید و روز سوم غسل کنید. خوب است قبل از سفر صدقه بدهید. همچنین فرمودند بر مسلمان است هنگامی که به سفر می رود از اطرافیانش حلالیت بطلبد. اعمال لازم برای سفر اربعین حسینی. مسیر سفرتان را از قبل شناسایی کنید. داشتن نقشه مناسب به شما بسیار کمک می کند. از مدارک شناساییتان مراقبت کنید و در طول سفر آنها را همراه داشته باشید. برای خود و همراهانتان یک کارت تهیه کنید و بر روی آن مشخصات لازم مانند نام، شماره گذرنامه، داروهای مصرفی و شماره تماس با ایران در مواقع ضروری را یادداشت کنید. ضمن آنکه از مسئول محل استقرارتان بخواهید نام و نشانی هتل یا موکب محل استراحتتان را بر روی کارت بنویسند. مشخصات افراد سالمند، کودک و یا کمتوان همراهتان را به نحوی در اختیارشان قرار دهید که نتوانند آن را از خود دور کنند. بانوان می بایست با یکی از محارم خود به سفر بروند و از سفر انفرادی پرهیز کنند. اعمال مستحب در سفر اربعین. بی تردید این مسیر قطعه ای از بهشت است. تلاش کنید از لحظات این سفر معنوی حد اکثر استفاده را ببرید. امید است در طول سفر به ادای نماز اول وقت در صفوف نماز جماعت عمل شود. پس از هر نماز علاوه بر تعقیبات خواندن آیت الکرسی مستحب است. در طول مسیر مداومت بر خواندن قرآن و گفتن ذکر داشته باشید. از بهترین اذکار صلوات و استغفار است. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف زیاد دعا کنید. هر روز بعد از نماز صبح دعای عهد را بخوانید. سبک زندگی در سفر اربعین حسینی. بهتر است حرکت خود را از نماز صبح آغاز کنید و مسیر پیاده روی را در طول روز طی کنید. بهتر است قبل از غروب آفتاب محلی را برای استراحت خود پیدا کنید و از فرصت استراحت شبانه به خوبی استفاده کنید. از اسراف و پرخوری بپرهیزید. خدامی که در مواکب پذیرای شما هستند داوطلبانه و صرفاً برای خدمت به زوار پیش قدم شدند. شایسته است که در برخورد با آنان رعایت ادب را داشته باشیم. نشان دادن محبت در رأس آداب پیاده روی اربعین قرار دارد. می توان با یک لبخند میلیاردها دلار هزینه دشمن برای ایجاد اختلاف بین مسلمانان را در مسیر اربعین بی اثر کرد.
از بحث و جدل جداً دوری کنید. ممکن است افرادی را ببینید که با عقاید و افکارتان مخالف باشند و حتی توهین هم بکنند. مواظب باشید. زمان اربعین زمان اوج صبوری و انعطاف پذیری است. اسکان. با توجه به ازدحام جمعیت اقامت بیش از 2 روز در کربلا و نجف نداشته باشید. در صورت لزوم می توانید در مواکبی که آماده پذیرایی از زائران هستند مستقر شوید. البته در کربلا هرچه از حرمین شریفین دورتر شوید احتمالاً می توانید محل مناسب تری برای اسکان پیدا کنید. اعمال زیارت اربعین حسینی. با توجه به نظر برخی مراجع برای زیارت اربعین لازم نیست حتما روز اربعین در کربلا باشید، بلکه اگر زودتر یا دیرتر هم رسیدید و برگشتید کفایت میکنند. اگر ازدحام زیاد بود و نتوانستید جلو بروید، هر جا که گنبد را میبینید حرم فرض کنید. مثلا اگر در داخل بین الحرمین هستید همانجا زیارت اربعین را بخوانید، 2 رکعت نماز به جا آورید و برگردید. نکات ایمنی و امدادی. در صورت بروز بیماری و یا گم کردن همسفرانتان می توانید به نمایندگی های هلال احمر و یا ستاد گم شدگان در نجف، کربلا و طول مسیر سفر مراجعه کنید. در صورت بروز مشکلی خاص مانند گم کردن مدارک شناسایی می توانید به کنسولگری های ایران در نجف و یا کربلا و نمایندگی سازمان حج و زیارت مراجعه کنید. ضمناً در مواقع اضطراری می توانید با داشتن کارت های بانکی عضو شتاب مقدار محدودی وجه نقد از خودپردازهای موجود در این مناطق برداشت کنید. اگر پس از زیارت اربعین قصد زیارت سایر ائمه اطهار در عراق را دارید، بهتر است از ایمنی راه اطمینان حاصل کنید. بهترین راه سرویس های مخصوص عتبه امام حسین علیه السلام است که دفتر رزرو آن در خیابان بین الحرمین جنب شارع سدره می باشد. التماس دعا.